در دشتی که بخش های آن زیر اداره حکومت و بخش های نیز زیر اداره طالبان است، کشاورزان زندگی می کنند که کوکنار درآمد اصلی خانواده هایشان را فراهم می سازد. این خانواده سال هاست که با کشت کوکنار سر و کار دارد. کودکان بزرگ نشده پا به زمین های کوکنار می گذارند. ولونو بل کارو چه څه خونسته بل خو یو خل ولکه ولا دغه پچنیان دي دغه پوجي ته و درو یو څه پرایګر کنه خو نن نه کلمیت ستانه مکتب ستانه بل خو استه شلکالدار مصرف کرده. کشاورزان هم هستند که ساز و برگ مجهزتر دارند و برای آبیاری زمین های کوکنار از انرژی آفتابی کار می گیرند. سر نار مرته ګرځي مزګر ورته ګرځي او برا پورته کې درینچا. تا دو ماه دیگر زمین های کوکنار برای حاصلگیری آماده خواهند شد. خبری چه غیر قانونی دیا و پا دیا خموش خبری خوز مجد دا خوری از مجد دا افغانستان دا ولس داسی دا غنست چه یوا بچی نن ما طالب کشی زد طالب منطقه کم سبا پر آغازای حکومت راسی بیامی حکومت کشی. کشاورزان از هر جریب زمین بگونی میانگین 50,000 افغانی به دست می آورند. حالت پنجمان غواړي علاج بلات ته دغه ځای بهاله ته ډیر کړی کیږي طالبان په خوونه پیسې پنجمان غواړي دا پنځه منه باندې دی من غواړي. میگن جنگ افغانستان جنگ کوکنار است. این حرف شاید کمی اغراق‌آمیز باشد اما واقعیت های نیز در آن نهفته است. به گفته کشاورزان امسال مانند سال های پیشین در هلمند هم در بخش های زیر اداره حکومت و هم در بخش های زیر اداره طالبان کوکنار به گونه گسترده کشت شده است. سمیم فرامرز، تلو نیوز، ولسوالی گرشک، ولایت هلمند.